دوستان عزیز کتاب سنگ صبور نوشته صادق چوبک خدمت شما تقدیم میشه صادق چوبک جمالزاده و صادق هدایت سه تن از پیشگامان داستان نویسی ایران هستند که هر سه از ایدئولوژی های مارکسیستی هم دور موندن البته صادق هدایت برای مدت کوتاهی به حزب توده گرایش پیدا کرد اما خیلی زود خودش رو کنار کشید در واقع میشه گفت ادبیات داستانی ایران کلا آمیخته و آلوده به اندیشای چپه برای اینکه در سال 1325 78 نویسنده و شاعر ایرانی رو روزهای کمونیست دور هم جمع کردن و کنگره نویسندگان ایران رو تشکیل دادن و بعدها که کانون نویسندگان هم تشکیل شد اغلب افرادی با این گرایشات تونستن در اون کانون بر خودشون جا داشته باشند صادق چوبک حتی بهش پیشنهاد کردن تو دیا که اگر به پیوندی به ما جایزه گرکی رو بهت خواهیم داد در ادبیات قبول نکرد زیر بار نرفت و نپذیرفت و مستقل ماند همونطور که جمالزاده برای همیشه مستقل ماند برای اینکه اشراف بالاتری داشت یعنی اگر اینها چیز میدونستند اون چیزها میدونست از خلال نوشته هاش به میشه این مسئله رو پی برد اما داستان سنگ صبور از 26 بخش تشکیل میشه که گویا هر کسی در این داستان خود سنگ صبور خودشه یک نویسنده و آموزگار در یه خونه ای که مستجراش یا ساکنینش اغلب مردم فقیر بدبختی هستند و این نویسنده برای یک انکبوت گاهی وقتا درد دل میکنه و انکبوت چرا به خاطر اینکه در واقع خودش رو و این کسانی که در اون خونه حضور دارن اسیر تار انکبوتی سرنوشت میدونه و چه بسا که سرنوشت رو عقاید و آرا و نظرات خود همین انسان ها می سازه و در این حال به بیرحمی و شقابتی که در دل افراد فرودست جامعه میتونه وجود داشته باشه و وجود داره اشاره داره و تو چپ اغلب سعی میکنن اینها رو تبرئه کنند و این خشونت رو بگن ی علل کاملا هم درسته ولی اینی که یک اسپرم و اوول یا حالا چیزی شبیه این میشه اقرب و یکی میشه انسان اونم زایده شرایط این, توضیح توجیه کننده بدی ها و مشکلات شخصیتی و رفتار آدم ها قطعا نمیشه در مورد این کتاب توضیحات زیادی دیدم خیلیاش از سر قرزورزی همون کاری که آقای چوبک نکرد یعنی داخل حزب نشد و این افتخار رو بهشون نداد هنوز کینش در نوشته هایی که درباره ایشون آدم میخونه وجود داره و دیده میشه یک نوشته خیلی شاید بی ای که دیدم مال خانم لیلا صادقی بود درباره سنگ صبور صادق چوبک که ظاهرا در ققنوس شماره 401 به چاپ رسیده ایشون نوشتن کتاب به بوشهر زادگاه صادق چوبک تقدیم شده و این تقدیم نامه باعث می شود وقای شیراز به بوشهر تعمیم داده شود بدین صورت که گویا یا نویسنده مخاطب خود را به ویژه مردم بوشهر می دانده. در این گونه میان شیراز و بوشهر یک شباهت وقای شناختی و اجتماعی صورت می گیرد به طوری که گویی داستان در بوشهر می گذشته و مسائب بوشهر را روایت می کرده. داستان چنین است که در خانه چند مستجر به نامهای احمد بلقیس و شوهر و جهان سلطان زندگی می کنند. کتاب داره 26 فصل است که از آن میان ده فصل به روایت احمد آقا، پنج فصل به روایت بلقیس، شش فصل به روایت کاکلزری، چهار فصل به روایت جهان سلطان و یک فصل به روایت سیف القلم نقل می شود. داستان با شرح تکگویی درونی احمد آقا از زلزله شیراز شروع می شود و با روایت احمد آقا هم به پایان می رسد. هر یک از فازهای های داستان به روایت یکی از شخصیت ها به غیر از گوهر بازگو می شود و از خلال تکگویی درونی شخصیت ها با زندگی و آرزوهای فردی هر یک از افراد و همچنین وضعیت جامعه ای که در آن زندگی می کنند آشنا می شویم در واقع شخصیت محوری اثر گوهر در قیاب کامل از لحاظ ساختاری به سر میبرد. من توضیح کامل این بانوی بزرگوار رو براتون نمی خونم می تونید در اینترنت جستجو کنید و ملاحظه بفرمایید داستان داره کلامات و عباراتیه که در واقع همونطور که عضو جنسی رو ما با لباس می در گفتار هم باید پوشیده بشه و بنده بسیار از این بابت گرفتار مشکل بوده ام برای اینکه وقتی که اسم عضو جنسی برده نمیشه گفته میشه که بله شما سانسور کردید وقتی گفته بشه شاید به هر حال برای بعضیا شنیدنش دشوار باشه و برای بنده گفتنش و سعی کردم به نوعی از کنار اینها بگذارم که هر دو طرف رعایت بشه یعنی هم آیت کسانی رو که شنیدن این کلمات برشون خوشایند نیست و هم عزیزانی که تاکید دارن نباید سانسور بشه و این کتاب باید خونده بشه حدود 20 دقیقه از کتاب رو اشعار فردوسی بزرگ درش نقل شده بود که بند عین شعرها رو نخوندم بر اینکه در قالب داستان برای شنونده تا حدی خسته کننده است به خصوص عزیزانی که شنونده کانال مشعل دانش هستند ولی محتوای اون چی رو که اشعار میخواد بگه با ریفرنس کاملش برای کسانی که میخواد مراجعه کنند و اشعار رو به طور کامل بخونند بنده خواهم گذاشت در زدیت با خرافه و عقاید خرافی زنده صادق چوبک عین صادق هدایت بسیار رکوس و بخش عمده از عقباندگی شاید مردم رو و سرنوشتی رو که گرفتار تار انکبوتش هستند رو نسبت میده به همین شیوه فکری خرافی افراد جامعه این شما عزیزان و این هم سنگ صبور نوشته صادق جوبک سنگ سبور نوشته صادق چوبک پیشکش به بوشهر زادگاهم احمد آقا حالت گوز همه چیز زلزله میاد نه شب خواب داریم نه روز آروم همش ترس و دلهاره ای زلزله ای زلزله خودمون زندگی آروم بی سرخری داشتیم که این زلزله پدر سگم قوز بالا قوز شده و از صبح تا شو مرگ سیا جلومون ورجه ورجه میکنه در و دیوار و سقف و درخت و آب و حوز میخواد از زمین ریشه کن بشه اما وقتی زمین لرزه میاد آب و حوز تماشاییه آب موج ور میداره و لپر میزنه و از سر حوز میریزه بیرون گاو خصص شده زمینو این شاخ و اون شاخ میکنه نکنه یه هوی زمین در شاخش بیفته اون وقتی که حساب همه پاکه همش دل هاره سخت با هزار خربار خاک رو سر آدم خراب بشه و آدم مثل خرخاکی اون زیر نفسش ببره و هی بدونه که راه پس و پیش نداره و هی بدونه که داره میمیره و کاری از ازش ساخته نباشه و بعد هی اون بالا آدم و خر و گاو بچرن و ریشه درخت از در دل و جیگر و آدم کود بگیره راستی که اگه زمین دهن واز کنه و شهر رو درست قورت بده که که بتونه نگاه چپ بکنه مگه نشوه تا دنیا دنیا بوده زلزلم بوده هیچ وقتم تمومی نداره عقده دل زمین به این زودیا خالی نمیشه تموم نشدنیه یه روز جای این همه کوه تپه کال رفت آسمون دهره با دریا بوده چون زلزله دل روده زمین رو به هم ریخته که زیرش رفته رو روش رفته زیر کمک فوری شیر خورشید سرخ به زلزله زدگان تا کنون پانصد لاشه از زیر آوار بیرون آمده قند و شکر و دواب و پتو و چادرهای انفرادی متعلق به ساخلو شیر از میان زلزله زدگان تقسیم شده از دیشب تا کنون سی و سه بار زلزله حادث شده میزان تلفات حاصل هنوز به درستی معلوم نیست کمک های سریع از مرکز ارسال می شود هنوز شیراز می لرزد مردم دارند شهر را تخلیه می کنند تموم شد باز در رو همون پاشته می چرخه. یکی رفت و یکی موند یکی سرشو می جنبوند باز آدمی زاده جمع میکنن و تولید مس میکنن و تخم ترکشون مثل موریونه رو زمین میگیره پاشو این هیکل لنده او رو از تو رخت خواب بیرون بکش یه کاری بکن که کار بشه آخ تو برای چی خوبی؟ پاشو یه خورده بنویس از اول زندگیت هی گفتی میخوام نویسنده بشم اما هیچ غلطی نکردی همش حرف خالی همش خودت گول میزنی مگه نگفتی میخوای از روز زندگی گوهر یه چیزایی بنویسی شایدم یه دفعه دیدی رفتی زیر آوار کسی چه میدونه دست کم کاری کن یه چیزی ازت بمونه تا که کسی نداری زاد و رودی هم نداری اگه همین حال زیر آوار رفتی چی ازت میمونه از کجا معلوم که نوشتهمم با خودم زیر آوار نره از اول دنیا تا حالا چقدر چیز رفته زیر خاک چقدر نوشته از بین رفته عرب و مغول چقدرشو سزوندن و نابود کردن نوشت ساسانی کو کلیل و دمنه رودکی کو کار بی کو و کو صدا چیزای دیگه که ما اسمشونو نمیدونیم از میپرسم این مملکت هیچ نداشت هخامنشی و اشگانی و ساسانی از زیر باته در اومدن نه کتابی نه هنری نه اقتصادی نه مذهبی نه قشونی نه قصهی، نه شعری نه ساختمونی هیچ اینا کجاست اینا رو کی نابود کرد بی شرف و عربا بر ما هیچی نایی هرچی داشتیم نابود کردن به درک لابد لیاقتشو نداشتیم منم نویسنده نمیشم مرغی که انجیر میخوره ناکش کجه این همه که اومدن و نوشتم کجا رو گرفتم دنیا دیگه چیزی کم و کسر نداره دیگه چیز توش پیدا نمیشه همه چیزا کهنه یا دست کم نیم داره راست میگی یه وقت خیال داشتم نویسنده بشم خیال داشتم از زندگی گوهر و این چند تا نشین که تو این خونه با من زندگی میکنن چیزایی بنویسم میخواستم از زندگی این گوهر بنویسم مثل آفتابه یه خلای مسجد نو میمونه اونجا گذاشتنش که هر کی تنگش بگیره ورش داره آب توش بریزه به خلا و کارش که تموم شد گوشه ی خلا ولش کنه آخرشم هم می نویسم. اما حالا بزر زلزله ها تموم بشه آخرش یه کاری میکنم حالا دست دلم به کار نمیره حالا میخوام از زلزله فرار کنم خیلی خوب پس پاشو برو زیر بازارچی که نون بخر بز دهنت تو که دیشبم چیزی نخوردی و صبح کله سرم پا شدی رفتی مدرسه تا حالا نمیخوام چیزی بخورم از خوردن بدم میاد از خوردن دلم آشوب میفته این هم شد کار که هی آدم بخوره هی خلا پر کنه میخوام روزه بگیرم میخوام روزی یه دونه بادوم و یه انگشت آب بخورم میخوام جوکی بشم نه میخوام خورک بخورم از خوردن بدم میاد اردن مال آدم های احمقه پس حالا که نمیخوای چیزی بخوری پاشو برو پیش آسد ملوچ بس گفتی این شد کار حسابی فقط آسید ملوچ دوست منه از تو هم به من عیاختره تو با جنسی تو ایش وقت با من رفیق نمیشی تو منو می جزنی. اما آسید ملوچ منو میشنسه وقتی که میرم پیشش مثل اینکه بخواد سلام و تعارف کنه رو پاهای درازش بلند میشه و رو تارش تاب میخوره و به زبون انکبوتا با من چاخ سلامتی میکنه من زبون انکبوتا بلدم من زبون تمام موجوداتی که باشون سر و کار دارم بلدم من حضرت سلیمونم اونم زبون جن و بلد بود من یه بلغیس میخوام گوهرم بلغیس منه کاش سیغه نمیشد یه جام بلورتراش بود که از بس آب آلوده ریختن توش مثل سفال شده خواهش میکنم یه دقیقه مو راحت بذار نمیخوام بام حرف بزنی آره تو از جون من چی میخوای؟ من از همه جا و همه کس فرار کردم و آدم کنج این خونه زیر پتو پناه بردم که کسی رو نبینم با کسی حرف نزنم اما تو یه آن منو راحت نمیذاری؟ از صبح تا شوم تو مدرسه با طول مردم سر و کله بزن حالا میخوای یه دقیقه راحت بکنی این نمیذاره آخه تو از جون من چی میخوای؟ بله میدونم تو رو به حضرت عباس همون صفحه همیشگی رو نذار که از اول تا آخرش رو از حفظم تو دوست منی تو همزاد منی اگه تو نباشی من نفله میشم من همه اینا رو میدونم اما ولم کن بس تو خلوت خودم بپوسم اگه من نباشم که تو تو تنری وحشت میکنی بذار با حرف بزنم تو که هیچ که رو تو دنیا نداری اگه منو نداشته باشی که بیچاره میشی اگه من نباشم تو زندگی سگ و میگذرونی تو خیال میکنی زندگی سگ از من بدتره سگ که دیگه ترس زلزله و نظمیه رو نداره آخه که اگه میدونستم کجا قایم شدی جا تو داغ میکردم تا اینقدر با هم بگو مگو نکنی خیلی حرفه ها وقتی که میبینی حوصله ندارم باید یک و با دو با کنم دست از سرم فردا برو گم شو عجب گیری افتادم بیرون و مو مردم میسوزونن تو و تو میسوزونی اگه بلم نکنی پا میشم از دستت فرار میکنم میرم میون مردم پرسه میزنم تا دیگه صدا تو نشنوم میرم تا تنها نباشم اگر دست من اینقدر آجزی من راه جو نشون میدم پاشو چارش یه مسخال تریا که بگی بخور خودتو منو با هم راحت کن ای بیچاره یعنی تو انقدر نمیدونی که مرگ من مرگ توه مگه تو نمیگه که رفیق منی پس چرا خودکشی و پیش پا میذاری چرا خودم رو بکشم نمیکشم تا چشمت کور هنوز زندگی بر من تماشا داره من تاسه بیست و پنج سالمه دست کم باید زنده بمونم و مردم رو بشناسم اینجور نمیشه که مثل خر بیام مثل گاو برم باید بمونم که ته و رو در بیارم ته و توش در مدنی نیست همش رنج و شکنجه و کوچ و فراغه غم آدمی زادم تمامی نداره همه دست رو دست گذشتن منتظر مرگ نشستن برو خیام بخون این آدم تنها موجودی بود که همه چیز رو حل کرد بدبختی تو اینه که نه نم خونی نمی این ویسی گیرم چه سال دیگرم توی دنیا لغلغ زدی یا چند تا گونی و برنج و گندم و ده بیست و گاب و گوسفندم کردی و بغل گوهر خوابیدی آخرش که چی؟ حواست پرته؟ زندگی بر من قشنگه خیلی چیز دیگه هست که من دلم میخواد ببینم میخوام بمونم ببینم ظلم تا چه پیش میره میخوام بمونم ببینم آدم تا چه اندازه قوه ستم کشیدن داره میخوام بمونم و تمام رنگای رنگین کمون دروغ رو ببینم میخوام بمونم و بنویسم میخوام مردم رو بشناسم تو خیال میکنی شناختن آدمای خوب و بد خودش کم کیف داره گمون میکنی دیدن طبیعت و لذت بردن از طبیعت تموم شدنیه چشمت کور دندت نرم من زنده میمونم و تورم تو خودم حبس میکنم و انقده به شکنجه میدم تا بمیری منم هم همیشه مثل اسید تو تو میخورم حالا میفهمی چته دلت واسه گوهر تنگ شده شب نیمت خونه شب اولش بود که بیرون خوابید تو چه حقی با اون داری؟ زن تو که نیست؟ کاری سیغه رویه هر شب زیر پی یکیه تو هم سیغش کن تا مال خودت باشه حالا ازا نگیر حالا بیا با هم دوست بشیم و شباره پیش آسد ملوش یه خود باش حرف بزن نه من باید از این خونه فرار کنم همش زلزله میاد باید برم یه جه قایم بشم برم سعدی چه فرقی میکنه سعدی هم مثل اینجاست خیال کردی سعدی تا تو رو اونجا دید از گور پا میشه دست میگیر میبره پلو خودش تو گور میخوابونه میرم گهواره دیب رو نوک کوه میشناسم اگه شهرم خراب بشه از بالا تماشاش میکنم از کجا میدونی که کوه نریزه بخورد نشه میرم تو بیابون اونجا هم مثل همه جا زمین قاچ میخوره زلزله که دیگه این چه سرش نمیشه فکرشو بکن آدم سر و گنده نشسته باشه نفس بکشه و ازار امید و آرزو داشته باشه یا سقف رو سر آدم برمبه یا زمین دهن واز کنه آدم و آدم درسته قورت بده حالا چرا تو همش آیه یس میخونی؟ تو تازی بیست و پنج سالته و تا مردم خیلی وقت داری؟ اصلا تو نمیمیری؟ تو با همه فرق داری؟ کنه آسمون پاره شده و تو توش افتادی پایین تو تا افته یه جدا بافته یاله باش بارو پیش آسد ملوچ یه خودی باش حرف بزن ببین چجوری اون همه لاشه مگس های توخالی که رمقشون مکیده دار تا دار کنترهاش چیده و داره رو تارش رقاصی میکنه یالا آسد ملوچ رسیدن به خیر از کجا که شهر اومدی حالت خوبه؟ دماغت چاقه؟ مثل اینکه هنوز همون لاش مگس دیروزی که برات بردم داری نیش میکشی دیگه چیزی توش نداره دیگه بسته بس ریقش قشده در بردی این چرک و خون و دل مگس که تو داری اینجوری بالا میکشی چه مزه ای داره خیلی به دهنت مزه کرده لابد مزه حلیم میده دل و روده و چرک و خونه مگس چه فرقی با مال گاو گوسفند داره من انکبوتم مگس میخورم تو آدمی گاو گوسفند میخوری همشون چرک و خونن علف باید به دهن بازی شیرین بیاد باز هم حرف گنده طرف دهنت زدی من آدمم تو انکبوتی تو چه لیاقت داری که در برابر من اظهار وجود کنی من عقل و منطق سرم میشه من فکر میکنم من کاری که دلم بخواد میکنم تو خیال کردی من بلد نیستم فکر بکنم منم دستگاه عصبی و فکری دارم من مهندسم من نقشه میکشم نقشهایی که من بلدم بکشم تو تو یکیشونم در میمونی تا خیال کردی من تو گوشه اتاق تو یه جا نشستم و هیچ کاری از دستم ساخته نیست و هم از چشام به دست تو که یه مگس کوفتی بگیری بیاری تو تارم ول بدی این لاشه انکبوتی که از جنس خود منه میدونی چرا اینجا گوشه کارتون کار تو نکم افتاده همین دیشب کلکشو کمدم این نر بود من مادم تو بغل گوهر میخوابی منم بغل اون خوابیدم دیشب تو رسدم به خیال خودش اومده بود عیش بکنه گذاشتم عیششو که کرد و نعلش کردم من تالا نذاشتم یه دونه نرد دست من جون سالم در ببره همه رو کشتم این کار زحمت داره آقا اینا خودشون میدونن چه کلکی تو کاره هنوز خاک تو سریشون تموم نشده فلنگو میبندن اما من امونشون نمیدم دو تا شاخ وحشتناک و کوتاه تو مغز سرم دارم که هر وقت بخوام میتونم درازشون کنم و کششون بدم شاخهای من تو خالیه و از سوشون میتونم کشنده ترین زهرها رو بیرون بریزم این کارتونک که من عجیبه تا که نمیدونی تو خیال میکنی سست و نازکه. اما از فولاد محکم تره فولاد کش نمیاد اما این کش میاد من شب و روز اینجا جون میکنم من آمپول زهر رو تو تن شکارم خالی میکنم و بعد تار پیچش میکنم واسه اینکه دلت بسوزه بهت بگم وجود من از مال تو کاملتره من هشتا پا دارم که مثل برق میتونم بدوم اگه بخوام جمعشون میکنم و شکارم و میونشون حبس میکنم هشتا چشم تیزبین دارم که راحت میتونم چهار طرف خودم رو تماشا کنم ایف که یه خود نزدیک بینم هشتا عینک دوربین لازم دارم تا بتونم مثل شما آدما ببینم تا کم اینجوری من ای منو نمیتونی ببینی اگه میدیدی از ترس پس میفتدی چشای من خیلی ترسناکه از این گذشته من اگه از آسمون به زمین بیفتم باکیم نمیشه باری پا میشم میدوهم اما تو اگه از یه پله به زمین بیفتی کارت ساخته است. تو هنوز دوکای زیر شکم منو ندیدی من از اینا تار میدم بیرون خودم تار میسازم و خودم میبفهم مثل شما نیستم که پنبر یه جا بکارین بعد بدین دهن دکای کارخونه تا واسطون نخ بتابه من خودم تار خودم رو میسازم و خودم میبافم تا خیال میکنی بافتن کارتونه کار آسونیه؟ باید جون کند آقا اول یه رشته اصلی افاقی میبافم سرشو به دیوار میرسونم و میچسبونمش اونجا بعد رشته های فرعی رو میبافم و اونا رو هم به دیوار میچسبونم اگه لازم بشه آخر هر کدوم از این تارا رو روی سنگ ریزه گیر میدم و شکل شاغول تو هوا ولش میکنم تو خیال میکنی؟ این تنها تو هستی که از قوه جاذبه زمین و تعادل و قوه طبیعی خبر داری؟ منم اینجور چیزا سرم میشه در من هشت زلیه بعضی هم دوازده زلی درست میکنن اونا بیشتر برای هوای واز خوبه که بادبارون نباشه تار دوازده زلی خیلی محکمه بعد این گوشه اتاق تو همه هشت زلی هم زیاده بعد خونه های مسلسی بزرگ و کوچیک میان این رشته ها درست میکنم آخر سر میون خونه های مسلسی پرده های نازک نازک که حتی چشم مگس هم نتونه اونا رو ببینه درست میکنم و میونشون ذره های چسب میذارم تو تن من پنج جور چسب هست که تو هر کدوم از تارم یکی از اونا رو کار میزنم اون وقت دیگه مگس که پاش به اینجا برسه حسابش باکه تو خیلی شلخته ای شاید به خاطر اینکه زنی انقدر شلخته ای ببین مدتی این گوشه کارتونک پاره شده درستش نکردی تا چی کار به کار کارتونک من داری من اگه دلم بخواد میتونم شبانه روز هزار متر تار بتنم همون جور که تو دست دلت به کار نمیره که بنویسی منم دست و دلم به کار تابیدن نمیره میخواد چی کار این خونه خودش امروز فردا خراب میشه و زلزله میتو پوندش زیر خاک تو هم باید فکری به حال خودت بکنی خیلی خوب حالا بیا با هم مثل همیشه دوست باشی من که از میان تمام موجودات تنها تو رو تو اتاقم را دادم و باید حرف میزنم و صد مگس میگیرم تو دیگه نباید منو آزار بدی همین الان میرم دکون حبیب به یه دونه مگس گنده چاقالو وسط میگیرم میارم میرم میشینم رو سکوی کاشی تو دکون حبیب نه اول از زیر تاق مشیر رد میشم تاق درواز و توش همیشه سیاهه دو دکون حبیب اول سلام میکنم حبیب خودش پشت دخل نشسته جومای برنجی پر از پول جلوش گذاشته میگم سلام حبیب میگه سلام آقای خودم بفرمایید آدم و گوش تا گوشت سکوای سکوهای کاشی نشستن دارن حلیم و فرنی و آش میخورن منم میرم از بچه آدم میگیرم رو سکو میشینم جاد خالی که اونجا چه مگس های پرواری تو هم بول میزنن تا نشستم هر روز شاگرد حلیمی نایمده به پرسه چه میخوری؟ فرزی یه دونه مگس گنده میگیرم میذارم تو خود کبرید این درسته که من برم واسه تو مگس بگیرم بیارم و تو عوضش واسم هم شاخشونه بکشی رجز بخونی و مهندسی تو برای بکشی تو میدونی که جونت دست منو و اگه بخوام میتونم به بیت یه چشم هم زدن میون انگوشتان به چلونمت تا ریقت در بیاد اگه من بکشمت میگن قضا و قدر اینطوری خاصه بود که احمد آقا بکشدش اگه بلت کنم خودت نفله بشی اون وقت میگم اگر هزار لشکر دوروبرش گرفته بود که باکشدش چون خدا خودش نخواست نتونستن کاریش بکنن همه یالو میکشمت من رفیق نمیخوام اما فایده نداره هر کاری به سرت بیاد میگن خدا اونجوری خواسته بود مسخره است همه چیز رو اتفاقه وجود ما هم اتفاقیه من ممکن بود باشم یا نباشم اگه دو نفر زیر لحاف بم نچسبیده بودن احمد آقایی وجود نداشت ممکن بود که اونا اصلا خودشونم هم نباشن که برن زیر لحاف اون وقت احمد آقا کجا بود؟ تازه شاید جای من یکی دیگه بود مثل خیلی موجودات دیگه که هستم اما احمد آقا نیستن شاید مثلا اصلا من احمد آقا نباشم یکی دیگه تو هم همین جور همین میتونی باشی و هم نباشی این دست منه هم میتونم با هم زندت بذارم من خدای تو هم منم ها رو بیگذشتم منم اگه اراده کنم که تو یا باشی همون میشه تنها کافیه با لنگه ملکیم درقی بکوبم رو سرت بعد دیگه کار تمومه تو این گوشه راحت و گرم و نرم بشینی و این مگس های منو بخوری اون وقت هر چی به سرت میاد بگم خدا خواسته ببین چه جوری رو تارش تاب میخوره و با چپ چپ به من نگاه میکنه مثل آجانایی دم صندوق پاس میمونه تو اصلا چرا به من اجاره اتاق نمیدی؟ چرا من کرایه این اتاق کوفتی رو به میرزا اسدالله بدم و تو انگل من باشی اون وقت اصلا به من نگی که گوهر دیشب کجا خوابیده؟ اماش تقصیر این شیخ محمود دیوسه که این بدبخت و مایه دست ما کرده و به این و اون سیقش میده خیلی دلم برا شور میزنه هیچ وقت بیرون نمیخوابید آخه تو چجور دوستی هستی که نتونی بگی دیشب کجا بوده؟ باید از اتاق من بری یک کرایش بدی من انکبوت من کبوت سرم نمیشه اگه تو فکر من نیستی اقلا فکر این کاکل زری باش اقلا فکر این جانسلتون بدبخت زمینگیر باش که از گشنگی نمیره من که بچه داری بلد نیستم تو کاکل زری رو به یاد خدا بل کردی و رفتی پی دلت اگه به امید منی من صبح پا میشم میرم مدرسه معلوم نیست تا شون برگردم یا بر نگردم دیگه با حرف نمیزنم اگه همین امروز بیای محل سگم بده نمیزرم روم ازت بر میگردونم اگه یه التماس کنی و رو دست پام بیفتی دیگه باید کار ندارم دیگه نه من نه تو حالا راستشو بگو دیشب کدوم گوری رفته بودی؟ منو بگو که تو این دنیا همش دلم و به تو رو خوش کرده بودم و تو هم اینجور عذاب در اومدی تا که شوهر من نیستی تا که خودت میدونی که من از سیقه روی زندگی خودم و بچم و میچرخونم اگه راست میگفتی چرا من نگرفتی؟ من که دوستت میدارم اما تو دختر بکر میخوای با دختر بکر بگیر خودت گفتی بگیرمت مگه سرم داغ کردم خب چه حقی به من داری؟ هر جا بودم بودم حالا دیگه کارت به اونجا رسیده که تو رو من وامیسی؟ بلقیس من میخوام ببینم این جنده سربازی چطور شده که دیشب خونه نایمده اینش دیگه تازگی داره خدایا چه بارونی مثل این که دنیا داره خراب میشه این همه آب کجای آسمونه؟ قیامت بگیره همینجوری داره شر شور, شور میباره چشمم روشن حالا دیگه خوب روش یاد گرفته شبم بیرون میخوابه کارش از سیقه روی گذشته حالا دیگه صاف و سر را پای هر کی رسید حلال و حرام میخوابه واسش فرق نمیکنه معلومه این از روز اولش هم جنده بود اون وقتا سیغه هر مردی که میشد سینه میکرد میابردش خونه میبردش تو اتاقشو نمیذاش کسی رنگش رو ببینه حالا چطوری قیبش زده گاسم مردک خودش خونه زندگی داشته گاسم شب بردتش باغ همونجا خوابیدم. نه اونا که سیغه میسونن بیشترشون اهل شهر نیستن اهل بیرونان مال بوشهر مال فیروزآباد مال زیرگل چه میدونم همشون میان شاچراغ زیارت که ایشولا شاچراغ کمرشون بزنه گاسم این بار یه لور پاپشمی لندهور زولچتری سیغش کرده بردتش باب یا بردتش آسیاب ستایی کمرش مثل پولاد این پتیاره جایی نمیخوابه که زیرش آب بره خیلی سرش میشه با اون قر و قربیله و اطفاری که اون میاد زود مردا رو خر میکنه لابد بردتش آسیاب ستایی منم آسیاب ستایی رفتم اما چه رفتنی؟ روز سیزده به در با بمون علی رو افتادیم رفتیم خیابون دم دو میل باقشاه دم ساب اختیار سابختیار با بابای پیاده زدیم تو رودخونه رفتیم آسیاب ستایی رودخونه آب داشت تا زیر زانوم آب بود رودخونه خوش بود اون وقت یه جاش از میوناش آب داشت زدیم این به آب انقدر آدم بود که جایی سوزن انداز نبود مثل مور و ملخ آدم ها با هتل با درشکه با علاق پر بودن مردشور آسیاب ستایی منو ببره خشک و خالی با پای پیاده با این جاکش بافوری که همش تو قفخونه میتپه آدم میباس مثل گداها بیرون قفخونه میونه اون همه خلایق اون واسه تا علف زیر پاش سبز شه تا اون بر قفخونه بافول بکشه همش یه دونه سیخ کباب به قدر یه دول انتر لایی نسب نون سنگک خمیر آمود حولکی داد به ما رفت از بس حولکی بود نسب ریحوناش ریخ رو زمین به میگه بگیر برو زیر درختا بخور تا بگم قوچی چایی وسط بیاره بعد که خوردی همینجا پرسه بزن تا من بیام بهش میگم منم باید میام تو قفخونه به میگه میانده صد تا چیز کلوفت کجا میای تو قفخونه که جای زن نیست تا بخوری من برمیگردم نشون به همون نشینی که تنگ غروب مثل مرده از گور گروخته از تو قفخونه اومد بیرون که بریم شهر خب مردک؟ اگه میخواستی از صبح تا شوم تو قفخونه بتپی و بافول بکشی دیگه منو چرا سینه کردی با خودت آوردی که الهی زلیل درد بشی که به قدر یه خروس هم کار ازت نمیاد هر کی رو میبینی مردش دست کم بلد سالی ماهی یه دست خری تو لجن بزنه اما تو همش بلدی یا پس منقل بافور چرت بزنی یا تو خلا زور بزنی مرده شدین پیشونی منو ببره خلایق و اون چه لایق بوده دادن خاک عالم به سر من کنن گوهر همش جوانه یک رو رو خودش میکشه و مثل انار آبلمبو شیره شونو میمکه و روز به روز صورتش مثل گل انار رنگ و رنگ میشه اما من خدا تو سر زده عوضش باید همش پیزی تو رو جارو کنم مثل اون پیلور فیروزابادیو که پونزده روز آزگار آوردش رو و بردش تو اتاقش و هی کشیدش رو خودش جوون مردم مثل تیغ ماهی شد و رفت به چه سر و گردن و بر و بازوی داشت خدا نصیب کنه قد مثل رستن از سیبیلاش خون می چکید نه مثل بمونلی جاکش مردنی که حرکتش نمیشه و سال ماه میگذره یه خاک تو سری نمیکنه همش یا پس منقل بافور خوابه یا تو خلا زور میزنه از بس بافور میکشه تا لنگ زور خوابه الهی جیگرش زیر پاش بشینه حالا دیگه پنجم نمیکنه ازش عقب میشینه اگه راه و چایی داشتن میرفتم. خوش به حال گوهر که همین دنیا خوش میگذرونه هم اون دنیا جاش تو بهشته هر کی سیغه مرد مسلمون بشه جاش تو بهشته اگه سید باشه که دیگه چه بهتر من از روز اول خودتو سرم زده بود و سیابخت تو خشت افتادم هنوز دست راست چپ خودم رو نشناخته بودم که ننم مرد و آبله گرفتم بعد همش از زن بابام تو سری خوردم و مثل خر کلفتی کردم تا گیره تو جاکش افتادم که هیچ کاری ازت از از ساخته نیست خدا پیشونی بده هر روز آشنایی تاق و جفت زیر رو میکنه الهی به حق ناله های دل ام لیلا که رو تخت مردشور بیفته تاره بت میشه گفت مرد دو سال منو اسیر کن مصیر کردی یه گوشه نشوندی که همش پیزیت و جا کنم و منقل بذارم جلود آخه زنی گفتن مردی گفتن واسه چی چی زندگی بو پای تو بسوزونم واسه چی میرم زن یه پهنپا زنی هم شده میشم دست کم مرده شب میگیردم تو بغلش انقدر میچلوندم تا ریقم در بیاد کاش که خدا منو ور می‌داش که جونم خلاص بشه از بس چاله چله تو صورتمه اگه یه کپه دوشگال تو صورتم بریزن هاش پر نمیشه احمد آقا حق داره محل سگ بم نظره همش سرش یا تو کتاب یا گوش اتاقش مثل ها با خودش حرف میزنه یا زیر زیرکی به قدوباله گوهر نگاه میکنه که اشلا قدوبالش رو تخت مردشور بیفته چه کنم خدا کرده دست خودم نبود که آبلهی شدم والا تن و بدنم مثل گل محمدیه یه دونه آبله توش نیست صورت هم پر آبله است که ایشالله مردشور صورت ببره ببره دوپینه سربازی هی رودار سیقه برو هی شب و روز کاف و یه و ره هرون بخور بازم چش دلت دنبال ای طفل معصوم مگه چه چیزت از من بهتره؟ هی او رو اطوار برش بیا خیلی خوب یه آب رنگی داری اما عوضش پانیتلت که آشولاشه از بس توش زدن مثل دلچه شده زایمون که کردی لگورم که پس انداختی انگار ندیدم کمت مثل همبونه میمونه زن هر زایمونی که بکنه یه خشت از تنش ور میاد خدا رو شو که من نزایدم به خدا پسونم مثل لیمو میمونه دست نخورده اصلا شوهرم زورش کجا بود که به چلو ایشالو ایشالو کرد پایین بیاد مرد همش پنجه از وقتی پات میرسه تو رخت خواب مثل مرده جون به پشت نفس از کون میکشی و خبر از دل من نداری واسه چی چی؟ با این راه نزدیکت با این زبون خوشت با این پول زیادت با این کمر قرصت طلاقم بده برم یه گرسونی مره سلاختار زمین نمیمونه اگه شوهرم پیدا نشد میرم تو محله مردسون جنده میشم تا شبی ده تا مرد روم در برم نمیخوام مهرم حلال جونم آزاد تو که نبری دنیام خوبی نبر آخرتم او وقتی گوهر هر شب زیر پای یه نرگولی دست و پا بزنه و هی پشت چشم واسه من نازک کنه اونا ببین لگوره چجوری سرحوز آتیش میبارونه که الهی جزت تو جیگر ننت بیفته تو قافلی که این وصله زمین شده از صبح چه علو ارجنی تو این خونه میبارونه ایشالله کمت رو آب بگیره یه از دستت آسوده بشن از دیشب که ننش گم و گر شده انگار نه انگار یه ننه هم داشته از لغمه هروم انتظار از این بیشتر نمیشه داشت عالم و آدم میدونن که کاکل زری تخم بواش نیست خونه شور که بود میرفت ددر یه لنگش تو خونه بود یه لنگش دم دروازی باغشا ای روزا امون امونه ای علی کاکای زمونه از بس میره کوچه کافوسینش شده مثل دلچه آخرش خدا رسواش کرد تا رفت تو حرم هنوز دستش به قلف امام قربونش فرم نرسیده بود که جفت لوله های دماغ لگورش مثل فوار خون کند همه مردم فهمیدن کاکلزری تخم حرومه ببین چه جوری داره تو حوز دلا میشه ایشالله کمت رو آب بیفته چه و ارژنی میبارونه یک کاکلزری میگه صد تا کاکلزری از دهنش میریزه او وقت من باید بیزاد و ولد در دنیا برم حالا دیگه مثل دوپینه های محله مردسون شبم بیرون میخوابه تا حالا سفت زناشو میابرد تو خونه خوب کرد حاجی زد تو کنش بیرونش کرد گفت بچه مال من نیست مال حسین میزای تونتابه صد تا دیدن که چجوری تو حرم آقام شاه چراغ دماغش خون فواره زد یکی نیست بگی زنی که جند آبت نبود نونت نبود تو سه تا هوو نیمدی که اومدی سوگلی نبودی که بودی شوارت از پست بر نمی اومد که ماشالله هزار ماشالله گردن حاجی رو تبر نمیزنه اگه جای من بودی که شوهر جا کشم مثل خروس اخته میمونه چی کار میکردی؟ چرا رفتی زیر پای تونتا به حاجی خوابیدی؟ خدایا کاش که یه مردی بود منو میگرفت تو بغلش انقدر میچلوندم که هرچه خورده بودم از حلقم در میومد الهی من بمیرم که این مرد بغلم نخوابه خدایا تو راضی میشی؟ همش پنچه دوپینی سربازی هر شب یه به بکشه رو خودشو من آرزوی لنگه ی ملکی یه جوون داشته باشم احمد آقا خوبه اما به من محل میذاره همش سرش تو کتابه خیلی خوب بچه ایه. اما مگه گوهر میذاردش به من برسه من زشتم صورتم پرچاره چوله است واسه همینه که با گوهر میگه میخنده او شب خوب دوزشونو گرفتم یواشکی در اتاقش رو واز کرد این ور اون بر نگاه کرد ببینه کسی نباشه من از اتاقم نگاش می کردم. تاریک تاریک بود یواش یواش در اتاقش رو هم گذاشت پرید تو اتاق گوهر احمد آقا خوشگله جوون از من کوچکتر ناز رو برم اون شب خیلی پشت در اتاقشون گوش دم. از صدای هنه هندشون نزدیک بود پس بیفتم چقدر خوب بود چه صدایی ازشون در می اومد چجوری گوهر قربون صدقش می رفت کاش که می شد اشون. دلم خیلی سوخت بدون که از سر شب تو صبح همش با هم کشتی کمرک گرفتن و از سر و کول هم بالا رفتن گاسم دیشب یه لور ممسنی زل چتری گیر برده با هم رفتن باغ این شیخ محمود جاکش هم خوب راشو بلده به یه چشم هم زدن دعا میخونه دست به دستشون میده و میکنه چون تو بغل هم خودش هم در میره مردک هی مثل گنجش روش در میره هی گوهر قربون صدقش میره و هی با گل و, و سرزلفش بازی میکنه زن عاشق زیر میرم رو میام خدایا چقدر خوبه که مرد آدم انقدر به چلونه که تو جگر آدم سولاخ بشه و گوشت تن آدم پف کنه و چاله صورتش پر بشه وزیر دست و پاش بره مثل قربونی دست و پا بزنه و هی عرق بشینه و از حال بره تا بمیره قیومه چه بارونی مثل دنبه اسب اگه احمد آقا دست رو بذاره مثل مرغ کرک زیر دستش تپ میکنم میخوابم کاشکی که که آب از آسمون میباره تو دل من را واز میکرد ببین چجور تو اوز دلا شده میخواد ماهی بگیره الهی بچه وصله زمین بشی الان میفته تو اوزو و هیچ که خونه نیست بیرونش بیاره یه عالمی از دستش آسوده میشن به من چه خدا کنه بیفته تو حوز. تا افتاد تو اوز منم مثل اینکه ندیده باشم میرم تو اتاقم جان سلطان پیر سگم که زمینگیره نمیتونه از جش تکون بخوره احمد آقام که خونه نیست یا قمر بنی هاشم کمش رو آب بگیره چطور اون بچه داشته باشه و من نداشته باشم به من چه مگه من بچه به پای مردمم هم. همش به میگفت بلقیس تو رو به خدا چشت به این بچه باشی وقت ننش نیست نیفته تو حس به من چه هیچ که تو خونه نیست درش بیاره احمد آقا هم خودش رو دوست میداره هم ننش رو تا افتاد توز از پشت شیشه اتاقش نگاش میکنم که هی میره زیر آب و هی میاد رو آب و هی قلوب قلوب آب میخوره تا کمش رو آب بگیره بعد کولیگره در میارم و دروغکی داد میزنم بیاین به دادم برسین کاکلزری افتادی تو حوز مرده مسلمون خدا بیاین کمکم کنین من دیدم به سهمیشه داره خوش و خندون واس خودش تو حیات بازی میکنه من ظرفامو شستم بردم در اتاق داشتم جارو میکردم صدای جارو تو گوشم بود و دیگه صدای چیزیگر رو نشنفتم جاروم که تموم شد اومدم تو حیات دیدم کمش رو آب گرفته همش به یه چشم هم زدم بود خدا ایشالله به داد ننش برسه اگه به فهمه سکه میکنه شما رو به خدا بکشیدش بیرون بلکه هنوزم زنده باشه ای خدا دیدی چه خاکی به سرم شد چه بچه بی آزاری بود اگه یه روز نمیدیدمش جونم در میرفت بیاین همسایه ها شما رو به خدا رحم کنین جان سالتون به فریاد برس بچه مردم از کف رفت او وقت میرن خاکش میکنن دیگه مثل آینه دق رودار تو روم نیست وقتی هم احمد آقا اومد میرم جلوس جز جیگر میزنم و دروغی شیون میکنم مگه من کشتمش خودش افتاد دوز مرده مگه من بچه پای مردمم بهش میگم اگه تو ننش دوست میداری پس رو خودت نمیشینی بپاییش اما روم نمیاد اینجوری با احمد آقا حرف بزنم گاسم یه شبی دستم رو گرفت و برد تو اتاقش حالا اگه گوهر نیاد خیلی خوب میشه باید برم یه خود سفیدا به شیخ و یک گل سرخاب پنبه ای و یک قوطی حسن یوسف باز خودم از بازار حاجی بخرم سرمه و وسمن میخوام تا یه دستی تو خودم ببرم گاز هم دلش بخوادم خدا کنه ایشالو گوهر دیگه هیچ وقت بر نگردی یعنی میشه باید برم بند, بند بندسم یه خوردم کشمشک بخرم مومو پاک کنم اما پول که ندارم خوب پاشم برم اونه یه زن مشرزایی مسگرد ببینم زنش کاروباری نداره بکنم اگه پول و پیدا نکنم اون کاسه مسی رو میفروشم نه نمیفروشمش پیش علی آقا بقال گرو میزرمش اگه یه دفعه احمد آقا بیاد پیش من دیگه پیش گوهر نمیره نمیدونه بعد دو سال که شوهر کردم هنوز دختر بکرم یا شاه چراغ اگه موردم رو بدی یه دست شم نظرت میکنم کاکل زدی ننم رفت رفت تا تاریک شد یهو دیبو از پشت درختا در اومد قاپش زد بردش تو کت زغالی ننم دیگه نمیادش در اتاق ننم بسته ننم با دیبو رفت تو اتاق خودمون بعد آقا دیبو تنوره کشید رفت هوا ننم رفت تو کت زغالی سر دیو رو بخوره رشک و شپشاشو بگیره دیبو افتاد رو ننم او وقت ننم دردش اومد گفت آخ مردم کچل اومدتش ببره مردشور کلشو ببره یک دو سه چهار چقدر ماهی تو حوز هست مثل علنگوی دست ننم تو آفتاب برق میزنن مثل خون سر مرغ همه این ماهی ها مال خودمه احمد آقا گفت همش مال خودت باشه میگیرم میبرم شب تو بغل خودم میخوابونمشون حالا که ننم نیست تو بغل ماهیا میخوابم همون جور که دیبو تو بغل ننم میخوابه و وقت من میشم دیبو و ماهیا میشن ننم و وقت ننم دردش میاد ننم قربون صدقش میره ننم دیبو رو دوست میداره از ننم پرسید ای پچته ننم سرش تکون داد گفت ها بعد با هم نشستیم نون خوردیم بعد ننم رخت خواب انداخت خوابیدیم من و دوردورا خوابیدم ننم تو بغل دیبو خوابید منم دیدم ننم قربون صدقش میدر میگفت من کنیزتم هر وقت اومدی شیراز بیا پیش خودم اینجا خونه خودته دیشب پیش احمد آقا خوابیدم صبح یه دفعه چشم و واز کردم دیدم تو اتاق احمد آقا خوابیدم شب رفته بودم رو پله دم اتاق ننم نشسته بودم تا ننم بیاد اما نمیدونم چطور شد که بعد دیدم تو اتاق احمد آقا خوابیدم احمد آقا منو دوست میداره اما بلقیس هیچ دوستم نمیداره بلقیس ننم و جیجیم و دوست نمیداره ازش خیلی میترسم صبح خیلی گشنم بود احمد آقا نونم داد خوردم بعد رفت گوشه اتاق بایستاد و با خودش حرف زد او وقت گفت من میرم مدرسه تو برو تو طویل پهلوی جیجی جی تا ننت بیاد نری تو حوز دلا بشی که بیفتی ماهیا بخورن تا ننم همیشه میگه سر حوز نرو جیجی جی میگه بیا پهلوی خودم تا وسط متل بگم تو طویله بو خلا میاد زیر لحابش یه لگن پر گوه گذاشته جیجی میگه بواد خیلی پول داره همه بچه ها بوا دارن من بوا ندارم من ننه دارم تو کوچه که میان با هم بازی کنیم میگن تو بوا نداری بواد ننت رو از خونه بیرون کرده اگه بوام بیاد اینجا باش دعوا میکنم میگم برو گم شو با ما بازی نکن میگم ننه من چرا بوا ندارم میگه ایشالله بوات جونش آتیش بگیره خیلی دلم میخواد یکی از ماهیا توی حوز بگیرم تو دستم باش بازی کنم دلم میخواد مثل ماهیا تو حوز راه برم ننم نیومدش ایشالو ننم تنها بیاد خونه. دیبو همراش نیاد. احمد آقا باز توی مسجد نو دیدمش. هر روز تو مسجد نو و بازار شاچراغ و سید میرحمد و بازار حاجی و بازار وکیل بر خودش پرسه میزنه و پلاسه. هر وقت دیدمش بیکار و مثل اینکه همیشه دنبال چیزی میگرده. با مردم کوچه و بازار خودمونیه و با. همه بهش میگن دکتر هندی اما اسم مزهکی داره دکتر سید وکیلی صاحب سیف قلم هر وقت به این میرسه میگه تو آخریش کتاب راست بودیم را نخوندی لفظ قلم و با لحجه قلیز هندی حرف میزنه منم از بس گفته راست بودین اسمشو گذاشتم چپ اروسی میگم این همه کتاب دو دنیا هست چرا بیام توی این سن و سال راسپوتین بخونم مگه کتاب قهدیه من در پونزه سال پیش یه بار این کتاب خوندم میگه هرچی بخانی کم خاندن این کتاب خیلی خاصیت دارد دست کم از خاندن آن از خواست سیانوردو اردو پتاس اطلاع پیدا میکنی ازش بدم نمیاد خیلی خول هر هرچه مسخرگی کنی دلگیر نمیشه بازاریا خیلی میدن کولش و ولش میکنن قیافی مزهکی داره سید لاغر خپله گردن کوتاهیه که موی سیاه چرب پرپشتی رو سرش وز کرده موی رو شقیقش رو کوتاه میکنه و یک باکلو رو سرش میمونه پیشونیش کوتاهه معلومه وقتی ماش بریزه تناسب صورتش بهتر میشه چش و ابروش خیلی توهمه و خیلی بدچونه است آدم خیال میکنه چونه نداره اصلا صورت شکل لاک پشته. لباش درشت نیست اما مثل این که از تو باد توشون ول میده و اونا رو رو هم فشار میده. وقتی حرف نمیزنه لباش رو هم میچسبونه. مثل این که میترسی از تو دنش بیرون بیفته یا شاید آب تو دنش جمع میشه و میترسه تا دهنشو وا کنه بی بریزه بیرون. اون وقت زیر گلوش هم زخم بود اما حالا خوب شده و جاش صاف و براقه. میگه ماده خنازیر بوده اما خوب رخ میپوشه لباس سفید هندی سرواز شست رفته است مثل که همیشه به مهمونی دعوت داره همیشه بو عطر میده اما من تا خودم رو شناختم یه دست لباس نو به خودم ندیدم هیچ وقت یادم نمیاد رفته باشم میشه خیاط اندازم و گرفته باشه و واسم لباس سوخته باشه ننم همیشه رخکنهایی بابام و واسم کوچیک میکرد همین یه دست رخت و این بادونی کوفتیم که دارم از رو تل الافا خریدم تنم کردم معلوم نیست اصلش از خونه کدوم بدبخت دو زیدن و و یا از تن کدوم مرده کندن بردن سر تل فروختم اصلا رخ برای چی خوبه اگه آدم مثل حیوان از اولش لخت میگه چه عیبی داشت کی بوده که آدمیزا دفعه اول پس و پیش خودشو یه تیکه پوست حیوان آویزون کرد چرا کرد؟ چی وادارش کرد؟ اصلا تاریخ آدمیزاد کو؟ ما از خودمون چی میدونیم؟ دنیا با آدمیزاد به این کهنگی اون وقت فقط شیش هزار سال تاریخ دست و پا شکسته چقدر دلم میخواست خوب بدونم آدمیزاد اصر حجر چجوری زندگی میکرده؟ چجوری پرستش تو روحش رخنه کرده؟ بچه های عشق خاموکال چجوری بوده؟ چجوری آدم با خودش زمزمه می کرده چه موزیکی داشته ترس چجوری روحش رو تو چنگ گرفته چه عکس عملی در برابر مرگ داشته اول دفعه که آتش رو دیده چه کرده چجور به فکر افتاده که خوراکش رو آتش بپزه چجوری با مادهش جفت می شده حتما پس و پناه نبوده و چلا همدیگه این کارو می کردم. خب چه عیبی داشته همه چیزا خام و طبیعی بوده تازه پیش از عصر حجر چجوری بوده بعض خانواده ها و برخورد ها و مهرها و قرض ها ها و دروخ مالکیت حتما از همون اول چیز وحشتناکی بوده آدم میخواسته هر چیز مال خودش باشه یه مجزن و مرد و بچه لخت و او رو پشمالو توی قار تو هم وول میزنن قیافه ها زمخت و وحشتناک پیشونی ها کوتاه و فرو رفته با ابروهای درشت برومده پوزه پهن جلو زده و دندونایی از لب بیرون افتاده ناخونای و بلند و پاهای کوتاه و دستایی دراز و هیکلای نکره مقداری میوه و تخم برگ درخت و تخم پرنده جلوشون ولوه بچه های شیرخوره به پستون ننه هاشون چسبیدن زنی گوشه نشسته آواز دردناکی رو از گلوش بیرون میده صداهای خام از گلوها بیرون میپره یه پدری دست دخترش رو میگیره و باش بازی میکنه ماچش میکنه و میخواد بغلش بخوابه دختر با نفرت در دست پیرمرد فرار میکنه برادر دختر خیز ور میداره و دخترکر رو بغل میگیره و ماچش میکنه هر دو خنده های وحشتناک سر میدن و با هم جفت میشن چند تا زن و مرد دیگه هم این کارو میکنن آوازهای وحشتناک تو قار میپیچه و همه میرقصن برق کشداری دل آسمون رو میشکافه و قار رو روشن میکنه دنبالش رعد تو دل خالی کنی قار و میلرزونه مرد و زن و بچه ها هراسون به هم نزدیک میشم همه پناه میجورم افسوس که هیچ از خودمون نمیدونیم من از رو خودم میدونم که غم و شادی درست مثل همین امروز بوده آدمی زاد از روز اولش از ناخوشی و زورگویی و گرسنگی و تنهایی رنج می برده و از آسودگی و سیری و همزبونی و آزادی شاد بوده گمونم آدم همیشه دلش میخواسته آزاد و سیر و با یار و جفت باشه گمون میکنم آدم از همون اولش از تنهایی وحشت داشته آخه منم تنهام تا که همیشه با من دوست نیستی بعضی وقتا اشکم و در میاری من تنهام سیف القلم هم تنهاست پس وقتی میگم اگه تو رو تنهاد بذارم دیوونه میشی راست میگم منم که زشتی و زیبایی رو بهت نشون میدم منم که خوب و بد رو برات تمیز میدم تو منو نمیشناسی تو و من آشتی نمی کنی من صفا و آشتی میخوام تو باید اول از همه با من آشتی کنی من با همون آدمیزاد اصر حجرم زندگی کردم اونم مثل تو لجباز و حرف نشنو بود همیشه تو شک و ترس زندگی میکرد اگه من نبودم حالا نسل تو هم مثل نسل ماموت منقرض شده بود تو میدونی چقدر جونور رو زمین اومده و حالا نشونی ازشون نمونده گوش بگیر پاشی خود بنویس چاره تو نوشتنه من بهت کمک میکنم تو میتونستی بنویسی اون چیزایی که برای نوشتن لازمه تو تو هست بر کی بنویسم وقتی نمیتونم چاپش بکنم بر خودت بنویس بنویس بذار باشه وقت چاپش هم میرسه تو میگی گوهر تو منجلاب افتاده خیلی خوب مگه نمیخوای از منجلاب بیرونش بکشی او به مردم نشون بده کسی که حالا اون رو نمیشناسه دستش رو بگیر و از منجلاب درش بیر بیرون و با همون هیکل لجنالودش به مردم نشونش بده کاکلزری و, و جهان و سلطونم جور، همینجور بلغیس همینجور هم اینقدر با این سیف قلم نگرد من از این پسر هندی خوشم نمیاد با اصرار بردم خونش که کتاب راسپوتین رو بهم قرض بده بخونم تو محله لب یه خونه گنده ای با هفشت اتاق جری کرده و یه اتاق رو کرده تو زندگی میکنه اتاق شسرفته رفته است یک گبه قشقایی توش فرشه با چند تا میز و صندلی و یه تخت قاب تاشو بروجرد چند از لباس هم گل میخ آویخته. یه چمدون نونوار از چرم زرد ساخت هندوسونم گوشه اتاقش بود. توی تاخچه هم چند تا شیشه عطر و ادوکلون و وازلین سر و اسباب ریشتراشیش زیری آینه که تو دل تاخچه آویخته گذاشته. زندگیش با مال من از زمین به آسمون فرق داره رو میزش یه عالم کاغذ پخش و پرا بود که به انگلیسی روشون چیز نوشته بود میگم اینا چیه مینویسی؟ میگه شر حال خودمه من خندم گرفت میگم آخ تو چه شرح حالی داری که قابل نوشتن باشه میگه فلفل فل نبین چه ریزه تو خبر نداری که من در هندوستان انقلاب را انداختم و در دستبندی های گاندی و شوکتلی دست داشتم او وقت تو چمدونش عکس خودش که رفت جنرالی تنش بوده بیرون آورد و به من نشون داد عکس عکس خودش بود که قمه و شش دورم به خودش آویزون کرده بود شایدم قلابی بود و تو یکی از این عکاسخونایی که با لباس و تیاره و اتومبیل قلابی میدن تا مشتریاشون باشون عکس بردارم برداشته بود عکس که دیدم زد زیر دلم من از رخت آژان و نظامی وحشت دارم از هر چی نشوندار و او میشینه داش می گفت من دشمن فردم، دشمن سفلیسم برای اینکه این فواهش هستند که به مردم سفلیس می دهند من باید روزی قدرتی به دست بیارم و هر چه فقیر و فاهشه است بکوشم من می اینها رو بنویسم و کمیته درست کنم من از دارالفونون فرق و تحصیل شدم که به مردم خدمت کنم من هرچه فقیر و فاحش است باید نابود کنم تو هم باید بیایی و در کمیته من معاونم باشی اسم کمیته که شنیدم دلم ریخت تو اگه نزنیه بفهمه که من با یه همچه آدمی سر و کار دارم که میخواد کمیته درست کنه روزگارم رو سیاه میکنه گفتم سید اگه اینجا از این حرفا بزنی چوب تو آسینت میکنن گذشته از اینکه که هر کی فقیر و ناخوش شد که نباید کشتش باید علاجش کرد معلوم میشه مغزت عیب داره بعد فکر کردم نکنی یارو جاسوس نظمیه باشه تو پشتم لرزید و از ترسم گفتم میدونی سید چیه اینجا هندوستون نیست اینجا ایرونه خدا رو شکر که ما همه چی داریم ما لازم نداریم که یه بوگندوی مثل تو از هندوستون بیاد و واسه اون کمیته آدم کشی را بندسه بعدش با قیس کتاب راستبیتون انداختم رو میز و از خونش اومدم بیرون هر التماس کرد که باستم یه یعنی با لیوان شربت بخورم و نستدم تموم تنم میلرزید دیگه باش روبرو نمیشم آدم خطرناکیه من هرچی از این جور چیزا فرار میکنم بازم گرفتار میشم شب تا صبح خوابم نبرد همش خیال میکردم آجان اومده ببردم نظمیه مرتو که احمق تا آدم بیاد کمیته بسازونم برای کشتن گدا و سفلیسی که خودش تخم سفلیسی که به این فکر افتاده من اگه قرار باشه گدا بکشم باید اول از همه خونه خودمون بگیرم اول جهان سلطون کیه؟ یه گدای افلیجی که اگه گوهر نباشه هر شب شاش و گوزیرش رو پاک کنه حیات تا لب دیوارش گوه میگیره و اگه من و گوهر یه لغم نون تو دهنش نظریم جونش در میده بلغیس کیه؟ یه گدا که از صبح این خونه اون خونه هزار جور خرحمالی میکنه تا یه شی در بیاره نون و تریاک بمونری رو دست و پا کنه گوهر کیه؟ هم فاحشه هم گدا مگه سیغه رو با فاهشه فرقی داره؟ هر روز زیر پای یکی میخوابه تا یه لغمه نون برای شکم خودش و بچهش در بیاره تازه خودم چی کارم؟ یه گدا یه معلم 25 تومنی که از سر تا پام اکبیر میباره و همیشه هشتم گروه نو همه از بس از بقال و چقال نسیه بردم دیگه روم نمیشه زیر بازارچه رد بشم اصلا هر کی رو که من میشتسم گداست مدیر مدرسه و همه معلم و شیخ محمود حکاک همشون گدا هستن پس باید همه رو کشت مردشور در اومدی رو برد که تو اتوش توش در اومدی همش میترسیدم آجان بیاد بگیردم تا صبح نخوابیدم هی زلزله و هی بارون و هی ترس از آجان گوهر که گم و گور شده پیداش نیست اومدم خونه دیدم کاپل زری تو آسانه اتاقش خوابش برده در اتاق ننشم قفل بود معلوم بود هنوز گوهر نیامده بغلش زدم بردمش تو اتاق خودم خوابوندمش از همه بدبختترین پسرک چهار پنج ساله است. اصلا من باید از این خونه برم یه جای دیگه که دیگه چشمم تو چشم اینا نیفته از بس گند و کسافت دورم گرفته دارم دیوونه میشم تو هیچه نمیتونی بری بازم اینجا اگه یک دو ما کرای اتاق پس بیفته میز از به رود نمیاره جای دیگه باید بری برج تا برج کرایه بدی از این گذشته همه جا جو همین جوره همه ی مردم فقیر و مریضن حالا تازه تو با اینا اخت شدی کاکل زدی که خوابوندم رفتم تو طویله پیش جان سلطون ببینم زنده است یا مرده همه جا تاریخ بود و شور شور بارون می اومد تا منو دید با اون صدای درگش گفت احمد آقا قربونت برم اومدی از گوهر خبری نشد گفتم من خبر ندارم من مدرسه بودم گفت کاکل زری امروز هیچ نخورده این بلخیس خدا نشداز هم نکرد یه پر نون بذاره تو دستش حالا من که هیچ امروز بمیرم باور کن فردا بمیرم باور کن اگه داری یه تیکه نون بده دست این کاکل زری بخوره خدا عوضت بده یه چک آبم به من بده از تشنگی زبونم مثل سنگ پاماله شده تو طویله بوی گم میومد اومد مثل این که داشتن یه جایی چاه خلا پاک میکردن هر وقت میرم تو طویله میخوام بالا بیارم گمونم تا حالا دیگه کرما پوست تنش خورده باشم دیگه روش از دنیا برگشته اما بازم میخواد زنده بمونه هنوز محبت تو دلش هست گوهر و کاکوزری رو دوست داره با اینکه نصف به تنش رو کرم خورده بازم تو فکر اینه که کاکوزری گشنه نمونه جهان سلطان خدایا چه خاکی به سرم شد این دختر نیومدش نمیدونم چی به سرش اومده تاله تا وقت نشده بود که شب از خونش بیرون بخوابه چی شده کجا رفته منم که پا ندارم پاشم ای کاکل زری تفلک مثل مرغ سرکنده واسه یه ننش پرپر میزمه یه پاش اینجا یه پاش بیرون زور بود اومد اینجا از بس بارون خورده بود تر تیلیس شده بود داره بر خودش نگاه میکرد به خیالش من خوابم پی ننش میگشت بعد که دید من چشم بازه مثل قریب قربا اومد گوشه یه دو شکم کس کرد نشست قربون قریبیت برم یا زامن آهو که چجوری یزی چراب میخورد و با خیزران میزد به لبای مبارکت که دل فرنگی واسد کباب شد نه اون امام حسین بود که یزید سرشو گذشته بود تو تشت تلاهی شراب میخورده خیلی زرون میزد به لبای مبارکش اون امام رزا بود که زامن آهوی شد یه شکارچی بود که یه ماده آهوی گرفت میخواست ببره سرشو ببره تو را که میره به امام رزا رسید آهو به قدرت خدا به زبون اومد به حضرت شکایت کرد که من یه بچه شیر خوره دارم که حالا وقت شیرشه اوه این شکارچیه میخواد منو ببره شما زامن من بشین تا من برم بچم شیر بدم و برگردم حضرت زامنه شد او وقت آهو و بچهش شیر داد و برگشت اومد پیش شکارچی او وقت شکارچی هم بخشیده شو ولش کرد اومد گفت ننم نیمدش کجا رفته منم نمیدونستم چی چی جوابشو بدم گفتم لابد رفته خونه شیخ محمود حکاک واسه ای که زن شیخ محمود آبستنه و میخواد یه بچه یه مقبول مقبولی مثل خودت بیاره آخه من دروغش گفتم تا بچه تفلی قصه نخوره ننش پیش شیخ محمود نیست معلوم نیست کجا رفته نایمده نا بهش میگم دقکش میشه الهی برش بمیرم که بچم چه پیشونی نحسی داشت واسه سیاه کردم همونجا نشست پردوم دیگه چیزی نگفت او وقت من دیدم انگاری نسب تنم تو هوا آویزونه بعدش بوش بلند شد از بوش میفهمم همه چا بو گرفته میبا سودار زیرم یه لگن باشه او وقتی که زمین گیر شدم نمیفهمم کی تو خودم در میرم اما از بوش میفهمم شبا گوهد یه عالم گوه و کرم از زیرم پاک میکنه خدا طول عمرش بده عزیزش چراغ دلش باشه هیچ که مثل گوهر خانم دلسوز نیست خدا عوضش بده زوری بود اومد کس کرد کنارم نشست بغض تو گلوشو گرفته بود نه شو میخواست همینجا نشست دیگه چیزی نگفت تمام خونه بو گرفته بود آره از دیرو سالا کسی پاکم نکرده وقتی تو خودم در میرم از بوش میفهمم خودم از بو خودم اقم میگیره هنوز درگنو همونجا زیرمه بهش گفتم تو میتونی لگنی رو از زیرم بیرون بیاری پر شده گفت میتونم اما میدونم که نمیتونه بچه پنج ساله چجوری میتونه لگن پر گوه و شاش رو از زیر تنه سنگینی یه زن گنده سنی بیرون بیاره اولی که میباس دست بندازه زیر کمرم و بلند کنه من که نمیتونم تکون بخورم همش سقف و زیر چونه آدم ها رو میبینم دیگه هیچی خیلی وقت پا نشدم واسم رفت لحاف رو پس زد و رفت زیر لحاف اینقدر رو دستام زور دادم که بلکه تکون بخورم مگه میشه کف پام رو زمین گیر نمیکنه مثل خمیر رو هم میخوابه چهار دست و پا رفت زیر لحاف گاسم هم تکونم داد لگنو زیرم جنبید اما در نیمد گاسم هم داشت میکشید که درش بیاره گوهر نازنینم شوم تا شوم میومد خالیش میکرد آب توش میگردوند و پاکم میکرد و دوباره میز زیرم حالا باشه تا خودش بیاد میادش هر جا هست امشب دیگه پیداش میشه بو گند خورد به دماغش از زیر لاف اومد بیرون دوید رفت تو حیات و گفت نمیشه هرچی به این بلقیس قوال زنگ باز التماس کردم سواب داره بیا این لگن و از زیره. من بند خدای کترون بکش بیرون میخواد دل از حلقم بالا بیاد خدا رو خوش نمیاد تو گوشش فرو نرفت گفتم کرما دارن گوشت تنم رو میخورم دستات درد نکنه بیا زیرم و پاک کن کرما داشتم گوشت تنم رو میخوردم انگار نه انگار مثل این که با دیوار حرف میزمی جنده زنگ باز مثل رقباسه یهودی همش رو پشت بوم چش چشترونی میکنه صد تا بد و بیرا میگه میگه خونه مثل خلا شده از هفت فرسخیت نمیشه رد شد وقتی هم میام تو طویل بالا میارم اگه دیگه صدام زدی هر چه تیر تو عالم واسط میتراشم مگه من خودم و فروختم همینجوری که لگن زیرته مگه چطور میشه بزار باشه تا خدا ازت راضی بشه تو یه نفر رو میخوای از صبح تا شوم دست به سینه برابرت واسه تر و کنه همچین آدمی تو در صلب سینه جووناباد خوابیده وقتی تو خودم در میدم اصلا نمیفهمم اما از بوش میفهمم از بوش که تازن و با بو کهنه ها فرق داره اما او وقتا که زمینگیر نشده بودم هر وقت میرفتم خلا خوشم میومد اونجا سر کره پا میشستم اما حالو همونجوری که خوابیدم تو خودم در میدم از کاکلزری میپرسم بلغیز کجا رفته برو بهش بگو یه سر بیاد اینجا که جون داره تو گلوم قلقل میکنه رفت و دو ساعت دیگه برگشت گفت نه, نه میخوام گفتم میادش گاسم پیش زن شیخ محمود باشه زن شیخ محمود آبستنه تو میتونی بری زیر لحاف این لگن رو از زیرم در بیاری گفت میتونم اون وقت چارچنگولی رفت زیر لحاف و من رو آرنجام زورا بردم اما هر چی زور زدم نتونستم رو پام بند بشم مثل خمیر پاهام رو هم میخوابید که یکی باشه زیر کمرم دست بندازه بعد لگن رو در بیاره آخرش خود گوهر میاد درش میاره آخرش امروز پیداش میشه خدا خودش از حاج اسمایل نگذره که روز این زن و بچه رو سیاه کرد خدا رو به حق گلگون کفن صحرای کربلا قسمش میدم که تا تنش قلقله کرم نشه از دنیا نره تا مثل من نشه ازرائیل جونشو نسونه آخ من چه کردم که باید تنم قلقله کرم بشه من که حرف ناحق نزدم من که به کسی بهتون نزدم که اینجوری سرم آوردی همش تو خونش جون کندم تا آخر به ایروز افتادم من گذشتم اما خدای من نمیگذره او ترازو گذاشته و حق و ناحق رو خودش میکشه و سزای همه رو میده گفت تو قصر کاکل زری رو نخور من نونش میدم تو اتاق خودم میخوابونمش تا ننش بیادش برای خودم نون و آب آورد گذاش پهلوم و از طویل بیرون رفت برو مرد که به سوز دل زینه گرد بد رود ننشینه برو جوان که تا عمر داری نونت گرم باشه و آب سرد همینجور که از من کتروم زمینگیر و این کاکو یتیم دستگیری میکنی علی اکبر حسین خودش دستتو بگیره احمد آقا اگه نایدش تکلیف کاکل زری چه میشه؟ چی؟ می ایچی. با کون پتی میفته تو کوچا به گدایی باباش که قبولش نمیکنه میگه هر زاده است با این حرفا دنیا به این قشنگی رو گند زدم من خودم از کجا معلوم پسر بابام باشم که یه همچی ادعایی میتونه بکنه تازه بود و نبوده چه فرقی داره کی اومد اول دنیا رو دستک و دفتر گذشت ببینه که کی تخم ترکه کیه تازه مگه قصه خودش مسخره نیست بچه های نرماده آدم و هوا همدیگر رو گایدن و نست آدمیزاد رو پس انداختن همه حرومزادن، حروم زاده؟ چه نقالای ناشی و جاهلی بودم چقدر مزخرف گفتم خیلی خورده ده بنویس دیگه راجب هم کاکل به همین کاکلزری سی بنویس حالا دیگه خوب خوب میشناسیشون رجب به گوهر و جان سلطون و کاکلزری و بدبختی گوهر تو خونه حاج اسماعیل و زنوی دیگه که حاج اسماعیل بنویس حالا که گوهر گم شده بذار پیداش بشون وقت مینویسم درسته همه چی رو بهم گفتی؟ چیزی گفتی که نوشتنی نیست حقیقت های اولی از زندگی گفتی که اگر کسی جرأت کنه یه روز رو کاغذ بیاردشون از بس راسه کسی باورشون نمیکنه. نویسندگی چه اونر ناقصیه هیچ وقت نمیشه حقیقت رو رو کاغذ رو همه چیزم هم بهم ام گفته اما اونر که اون گفته نمیشه نوشت این الف با نمیتونه اونر رو نشون بده دادی به هنه میترشی این نیست آب پرست بگو تنبلیه تنبلی زنگ و کپک زندگی تو وقتی بهت میگم خودتو بکش میگی دنیا هنوز واسم تماشاییه آخه همهش که نمیشه تماشای کرد اگه راست میگی بنویس تو تا زندهی باید دست کم عدای زنده ها رو در بیاری من میدونم تو میتونی بنویسی اما تنبلی نمیذاره بنویس بذار باشه آخه برای کی بنویسم برای من بنویس من خوشم میاد برای همزاد خودت بنویس برای مردم بنویس همه چیزا که گوهر گفته پس منتظر چی هستی؟ این اخلاق سگی که داری بیشتر برای اینه که نمینویسی راست میگی از خودم بدم میاد برای اینه که نمینویسم زندگی برام جهنم شده حالا دیگه کارم پخته و جا افتاده شده مثل شراب جا افتاده و صاف شده مثل جوجه ای که از تخم به دیوار زندونش تک میکوبه که بیاد بیرون نوشته منم شب و روز توم رو میخورن و اذیتم هم میکنن که بیان بیرون اما من باشون لج میکنم و نمیذارم بیان بیرون بیخودی خودی لج میکنم برای همینی که مثل سگ هار میشوم و میخوام برم پاچه این اونو بگیرم من آبستنم و میخوام بزام نه ماه و نه روز و نه ساعت و نه دقیقه دارم خوام بخچه بندیم و روز زمین بذارم دیگه نمیتونم با این شکم راه برم شکمم تو دست و پام افتاده اگه بخوام جلوشو بگیرم نمیتونم خودش مید بیرون هر چی تو سرمه باید بیرون بریزم باید هر چی توم هست بدم بیرون باید بزام خیلی خوب واسه تو مینویسم که رفیق منی همزاد منی اما حالا نه یه روزی مینویسم حالا که اوصلش ندارم هنوز خیلی چیز هست که باید ازش بپرسم حالا که گم شده راستی که چه زندگی گندی داره مثل موش تو گوشه خلو زندگی میکنه هی مردا از آب پرش میکنند هی اون خلا رو پر میکنه بر همین ساخته شده تو ستایش میکنیم که یک تا گوهر بحر مواج آفرینش ما ایم که ما را اندیشه و سخن دادی تا از دیگر جانوران ممتاز شویم که بر تو و آسمنهایت بیندیشیم که تو را درود گوییم و بیم تو را در دل بپرورانیم و مهرت نبینیم که پیوسته چشمه ی چشم ما از ستم تو بجوشد من یه دختر رخشوری بودم که ننم اسمش خوجسته بود و دو خونه های بزرگونا رخشوری میکرد یکی از اونا که ننم میرفت خونشون رخشوری میکرد همین حاج اسمال تاجر گمرک بود که تو گمرک حجره داشت خیلی پول دار بود از کوچکی با ننم میرفتم خونه مردم نن رخشوری میکرد و منم واسه خودم یه گوشه بازی میکردم بعد که بزرگ شدم کمکش میکردم اون چنگ میزد و میشوست من آب میکشیدم و پهن میکردم حاجی سه تا زن داشت اسماشون زلیخا و شیرین و نازنین بود که هر سه تاشون توی خونه با هم زندگی میکردم گاهی من تنها میرفتم خونه حاجی و تو دست زناش میپلکیدم و براشون پادویی میکردم مثلا زلیخا به ننم میگفت فردا رفت و روب دارم گوهر بفرست کمکم کنه منم میرفتم خونه حاجی تو دستش میکردم به زور وردار میکردم شبم که میشد برمیگشتم خونمون دختر ددوازده سالی بودم که ایش غمی نداشتم عروسک بازی میکردم عروسکام رو از جونم بیشتر میخواستم یکی از روزا حاجی به ننم میگه بیا گمرک باد کار دارم ننم بعدا واسم تعریف کرد که وقتی رفتم گمرک دیدم حاجی نشسته پشت صندوق آهنی میرزاش هم داره مینویسه حاجی زودی میرزاش رو میفرسته دنبال نخودسیا و به ننم میگه من میخوام گوهر زنم بشه تو ازش بچه دار بشم من خواب دیدم که از گوهر بچه میشه همونجا بله بریاشونو میکنن من که اونجا را بودم ببینم اونا به هم چی گفتم آخرش روزگار من سیاه شد و دیدم یه روز زن حاجی شدم حاجی اسماعیل با خوشی و خیلی خودمانی نله جون خوش اومدی صفا و بردی حالت چطوره؟ دماغ چاقه؟ خوب کردی اومدی کارت داشتم خوجسته متعجب لحن حاجی برایش تازگی دارد پای شما رو بوسیدم از تصدق سر حاجی زنده ایم شکر خدا به شما طول عمر بده حاج اسماعیل با حرامزادگی و مار از سوراخ بیرون کشی نه حتما حال بالت خوبه به منم چیزی نمیگید تا میدونی مرحوم شوهرت به زنده ای خیلی به من اعتقاد داشت من دلم میخواد یه کمکی به تو بکنن راستی دیروز گوهر رو پیش زلیخا دیدم ماشالله درشت شده پا به میدونی دختر باید زودی شوهرش داد و از سر وازش کرد دختر بالغ مثل میوه رسیده میمونه اگه نچینیش خودش لق میشه میفته و دیگه به درد صاحبا نمیخوره خب بگو ببینم چه خیلی واسهش داری؟ این دختر وقت شوهرشه نباس گذاشت به ترشه خجسته متعجب خیلی خوشحال به خیال که نیستم تصدقت بگردم اگه یک کاسبکار نونداری پیدا بشه رو چشام میذارمش من که نمیخوام ترشیش بندازم تا قسمت چی باشه خود شما را از سروری کم نکنه حاج اسمایل شاد سرش را میاره پیش بیا نزدیک حالا شدی زن حسابی من یه فکری بس گوهر کردم انشالله خوشبخت میشه میخوام سربلندش کنم بگو مبارک باشه اول باید بیا تو خونه خود من خوجسته از همه جا بیخبر با شوق گوهر کلفت شماست اون کسی رو نداره اول خدا دوم شما هر گلی زدین سر خودتون زدین خدا ایشالو سایه شما رو از سر همه ما کم نکنه البته شما صاحب اختیارین حاجی با تردستی نه نه تو باز کن ببین چی بهت میگم میدونی که من از این ست تا زنام تا هیچ بدشم نشده پارسال که رفتم هندوستون حکیم فرنگی گفت تو حتما بچت میشه تو حالا خدا نخواسته این گذشت تا پری شب تو عالم خواب دیدم یه سید نورانی با امامه سبز اومد بهم گفت اگه تو گوهر رو بگیری بی برو برگرد از اون بدشت میشه این قسمت دیگه کار خداست نمیشه جلوشی گرفت بگو مبارکه میخوام سرشو به آسمون برسونم میخوام سوگلی خونم بکنمش میخوام غرق طلا و جواهرش کنم و با تاس و سینی نقره و سوزنی ترمه بفرستمش همون حالا برو زود ترتیب کارشو بده تا اصری خودم خون بیارم و عقدش کنم من اختیار دارم بگو مبارکه چیز که خدا بخواد بندش نمیتونه جلاشو بگیره خجسته، حاجواج ترسیده خدا مرگم بده حاجی میخواین دخترم رو روز سه تا هوو ببرین نشش رو که از تو خونه در میارم شما رو به خود از این خیال بگذارین دختر من کنیز شماست شما, شما تاج سر ماین ما گوهر خاک پای شماست به خدا خانم زلیخا میکشدش میترسم همین یه دونه رو دارم ما فقیر بیچاره ایم میباس یکی رو لنگ خودمون پیدا کنیم شما برای سر ما زیادیم. همین همینجوری کلفتیتون رو میکنیم یه که نون از تصدق سرتون میخوریم خدا عمرتون بده گوهر قابل کلفتی شما رو نداره تا چه رسد به اینکه زنتون بشه میترسم خانم ما بچم رو بکشم حاج اسماعیل با خنده خشمالو پدر بیاموز معلوم میشه تو بعد پونزه سال که تو خونه منی هنوز حاجی رو نشناختی که سلوکش با زناش چجوریه زهره دارن نگاه چپ به گوهر بکنن گوهر دیگه دختر تو نیست زن منه کسی جرات داره بهش بگه بالای چشت ابروه جیگرشو بیرون میکشم پرچه شدی به کی به کی قسم اگه یکیشو میخواد پشت چش واسش نازک کنه میفرستمش اونجا که عرب رفت و تا تو حرف نزن باقیش با من بالا خونه خود ترتیب بده تا خودم اص با خون بیام اما ببین تا کار تموم نشده نمیخواد کسی بدونه امروز ساعت خوبه تو کارت نباشه گوهر بیشتر به من میرسه تا به دیگری وقتی تو اومدی خونه من کلفتی هنوز گوهر به دنیا نیامده بود مگی یادت رفته گوهر خونه زاد منه بیا این ده منو بگیر بار خونت ترتیب کارو بده تا خودم عصری به آخون بیام خرج زیادی نکن یه چیز مختصر باشه برای شگون من از تظاهر خوشم نمیاد از همه جا بی خبر من فلک در و هل بندم انداختن و همون بردن گربه شورم کردن و آوردن نشوندم پای صفته عقد دیگه دردسرت سرت ندن. همون شب تو خونه خودمون مثل مرغ سرکنده زیر تن گنده خرسگی حاجی دست و پا می زدم داشتونم در می رفت خونین و مالینم کرد که الهی ریشش به خون خودش خذاب بشه چی بگم که بیهوش و بیپوش افتادم اصلا نفهمیدم چی شد یه هفته مثل مرده تو خونه خودمون افتاده بودم و مثل سیل ازم خون می رفت حاجی هی می اومد و به ننم پول میداد و هی رخت و لباس می آورد اما کی حال داشت به رخت و لباس نگاه کنه بعد منو برد خونه خودش و یه اتاق بم داد نشستم توش از حق نمیشه گذشت که حاجی خیلی به مهربون بود برای اینکه من همیشه صاف و ساده بودم و کینه یه کسی رو تو دلم نداشتم و پشت سر زنه دیگش حرف نمی زدم اگه هر از گاهیم یه رنجشی از هوو می دیدم تو دل نمی گرفتم هرچی سرکوفتم می دادن و دختر رخشور به می گفتن گدا گشنه به می گفتم، من هیچ نمی گفتم اما حاجی به زنه دیگهش خیلی بد اخلاقی می کرد و اونا هم خیلی ازش میترسیدم. ترسیدن بر این که بی هوا می زد. یه می دیدی سر یه چیز کوچکی تا می خوردن می زدشون. به من کاری نداشت همون جوری که آخرش هم زلیخای بدبخت رو ناقص کرد من بچه بودم اگه کتکی که به اونا میزد به من میزد میمردم خدا از سر تقصیراتم بگذره که حاجی برای خاطر من یه روز انقدر زلیخا رو زد که ناقص شد خدا خودش میدونه که من تقصیر نداشتم ما همه مو با هم توی خونه گنده زندگی می کردیم و از یه آشپزخونه خوراک میخوردیم همین جان سلطون یک گوشه طویله افتاده واسه هممون چیز میپخت اون کلفت خونه حاجی بود ازش بپرس اون از من بهتر میدونه یه روز که من سر همین کاکل زری تو ماه خودم بود سر هیچی زلیخا با من دعوا شد میدونی چطور بود؟ من پیش از اون که خونه حاجی برم زناش همشون با هم دیگه کار خون بودم از صبح که حاجی پاشو از در کوچه میذاش بیرون اونا مثل سگ و گربه میپریدن به هم و پاچه همدیگر رو خونین و مالین میکردم دیگه فحشی نبود که به هم ندم اما تا من اومدم خونه حاجی اونا همشون با هم شدن دوست جونجونی و دشمن من یکی شدم همونه که اول سایه همو با تیر میزدم و به خونه هم تشنه بودم حالا جوری با هم دوست شدن که انگار سالها با هم خواهرم من تنها شدم بده و اونا همشون شدن خوبه دیگه انقدر اذیتم میکردن که جونم و بلبم رسونده بودن اینقدر جادو و جنبل و سیاهی و سم کردن و خاک قبرستون و پی گرگ و گراز و آب مرده شد خونه و استخونه مرده تو دست و بالم ولو کرده بودن که دیگه از جونم سیر شده بودم و مرگ خودم رو از خدا میخواستم میدونیم ما هممون توی یه حیات گنده که دور تا دورش اتاق بود و زیر اتاق هم زیر زمین و کنه داشت زندگی میکردیم تا پیش از اون که من بیام خونه حاجی زولیخا سوگلی خونه بود و من خودم میدیدم که اونای دیگه مثل سگ ازش میترسیدن منم میترسیدم و دم به دمش نمیدادم حاجی قروبا که از بازار میومد خونه اول میرفت تو اتاق زولیخا که سوگلیش بود اونجا رختاشو میکند و میشست یه چای تنقلات خوردن زلخای بدبخت خیلی پاک و پاکیزه بود اصلا وسواس داشت اگه لکاب رو سماورش خوش میشد دنیا رو به هم میزد و تا پاکش نمیکرد راحت نمیشد یه سفره واسه اسرونه حاجی میگرفت که بیا به تماشا اگه تابستون بود شیردون بلور از آب هندوان پر میکرد مثل خون کفتر برخ مینداخت رو پوش مخمل روش میکشید که مگس سوش نیفته سماور آتیش مینداخت دو سه جور میوه میچید دورش واسه حاجی جا مینداخت مخده میذاشت تا حاجی میرسید رختشو میکند خود زلیخا باد بزن و دست میگرفت دستشو بادش میزد چه باد بزنای قشنگی داشت دور تا دورشون خودش گلدوزی کرده و با ابریشم روشون رو گل بوته انداخته بود و دورشون با پارچه های قشنگ قشنگ دالبر دوخته بود امروز اینجا فردا روز قیومت آدم فردا تو یه وجب خاک میخوابه آدم راستشو بعد بگه زلیخا حاجی رو مثل بوت میپرسید حاجی همیشه نهار تو حجره میخورد شما با هر زنی که شب نوبتش بود میخورد ناشت داییم هم همونجا میخورد که شب اونجا بود هر شب نوبه یکی از ما بود که حاجی پیشش نمیرفت میرفت پیش یکی دیگه که دلش میخواست اما از وقت که من اومده بودم تو خونش بیشتر پیش من میموند وقتی که سر همین کاکل زری آبسن شدم دیگه نمیدونی حاجی از خوشحالی بگم چطوری شده بود مثل بچه ها شده بود روپاش بند نبود من دیگه شده بودم چشم و چراغ خونه حاجی زبون املال زبون املال حاجی به قبله نماز نمی کرد به من نماز می کرد بالاتر از حرفم کسی نبود حرف بزنه من شدم سوگلیش از این جان سلطون بپرسین روزی که کاکل زری رو آوردم حاجی چه جشنی گرفت و چه سور و ولیمه ای داد تموم محله رو دعوت کرد دیگه بگم چی کار نکرد چار دست قوال و پهلوون کچلک و جانک و بندباز و انتر توی خونمون میزدن و میکوفتن و بازی میکردن نظر کرده بود که اگه بچه پسر باشه یه سالش که شد ببردش کربلا زیر ناودون طلا خطنش کنه و موای سرشو بترشه و هم وزنش طلا بده به فقیر بیچاره ها ماه خودم که بودم روز یکمی دو بار میان روز کارو کاسبیشو ول می کرد می اومد خونه سر به و همیشه واسه هم دستمال بسته می آورد دیگه هوا از سوز داشتن می ترکیدم. اما کار نمیتونستم بکنم مخصوصا بعد از اونی که حاجی زلیخا رو زد و طلاقش داد اون دوتا دیگه هم حساب کار خودشونو کردم دیگه اون شد گوشه و کنایه ها و زخم زبون ها تموم شد حالا واسه میگم دعوای زلیخا با من چجوری بود یه روز که من ماه خودم بود انقدر سنگین شده بودم که از جام نمیتونستم تکون بخورم شکمم تو دستپام مفتده بود همینجا بود که من گفتم پس این شکم تو کالم شکم تازی به پاش شست یه روز تو بود ولا بوده حالا که خیلی قشنگه صاف و صاف شده سر هیچ هیچ با زلیخا دوامون شد خود خودش میدونه من تقصیر نداشتم من تو اتاق خودم تو آفتاب خوابیده بودم و از زور زیر دلدرد مثل مار به خودم میپیچیدم زمستون بود و هوا خیلی سرد بود همین جانسلتون داشت اتاقم رو جارو میزد اتاق من بالا بود و زیر سیر زمینی بود که خرت و خورد توش بود تا به سونا میرفتم توش و خرت و خورتا رو میدادم بالا خونه یهو صدای داد و فریاد زلیخا بلند شد که یه ریز مثل بارون به من فوش میداد و از پله ها بالا می اومد وقتی اومد بالا خیز ورداشت که با پاش بزنه تو کمم خدایی بود که حاجی رسید و زلیخا رو از بالخون پرتش کرد تو حیات خدا خودش میدونه که من بی تقصیرم همون روز دندش شکست و چند مادیگم تو خونه حاجی بود راه که میرفت شل میزد بعد حاجی طلاقش داد و بیرونش کرد اصلا من یک کلمه نشد به حاجی بگم مثل پلنگ پرید روش و از پله انداختش پایین منم رو خون افتادم و هنوز ما هم تموم نشده بود زایدم اینقدر ضعیف شده بودم که نزدیک بود آزار بگیرم حاجی زلیخا رو طلاق داد و دیگه اسمش رو هم نعی برد منم زاییدم زنه دیگه حاجی هم حساب کارشونو کردن و دیگه بهم کار نداشتم تا یه روزی همچی یه ماهی مونده بود کاکل زدی یه سالش بشه که حاجی اومد خونه گفت دست با تو جمع کن بریم کربلا من از خوشحالی نزدیک بود پس بیفتم حالا صحنه های دوای زلیخا زلیخا در رنده و خشمگین تو درگاهی سبز می شود آی جنده با تو هم چطوری که تا شب در کاجی میاد پلود انقدر واسهش نکنال می کنی و او رو اطوار میه که اصلا یادش میره شب نوبه کیه و همینجا پلوتو کپش رو میذاره میخوابه حال دیگه تو هم گل هم هم و مایه ترکمون میخوای بزای سگ هفت تا چی میره قد اطوار از خودش در نمیره؟ تو که فلانجات مثل ماده سگ پوف کرده رنگت مثل گوه پخته شده بازم انتظار داری که حاجی شباب سفتت بزنه ایشاله میون لنگت آتشک فرنگی بیفته جنده قرشمال گوهر در حالی که خابیده هر لایق دهن خودش حرف میزنه خود خودش بهتر میدونه من هیچ وقت باجی نگفتم که شب نوبه یه کسی پیش من بمونه شما کی میبینی؟ ندارن که میبینی؟ من حالا یه اطفار ندارم کاجی رو شب نگه بدارم خود خودش میدونه من روز شبش که آبستم نبودم همیشه حرفم باجی این بوده که شب نوبه کسی پیش من نیاد خودش میاد اون ساب اختیاره جلش که نمیتونم بگیرم دیشبم حاجی اینجا اومد انقدر کمرمو زیر دلم درد میکرد که داشتم میترکیدم حاجی گفت شاید نصف شب دردت بگیره من میمونم پیشت شب که اومد خودت ازش بپرس زلیخا با خش خوبه خوبه جنده مردسونی خیار خورد و رو قورت داده همه میدونن که بچهش نمیشه اگه بچهش میشد مگه با سرفر چمون بود که تو باید این گل هم, هم و ما یه بیاری تمام شهر میدونن که بچه بچه میرزستن توتونتابه که الهی گیسات رو چشات بذرن. دختری رخشور جنده جلمبر. که ننت دیروز که آبارنگی رنگی داشت جوونا جاله محله رو رو بومه همو هاچاشو میکشی رو خودش وقتی هم پیر هفهفو شد تو رو جاکشی کرد گوهر با ترس نیمخیز میشه که بنشینه جان سالتون دست از جارو میکشه اگه خودت بابا ننه داشتی بستر مرده حرف میزدی اون که دیگه دستش از دنیا کوتاهه روز پنجاه هزار سال تو میدونی محشر خودش دومن تو میگیره باید جواب خدا رو بدی میزنه به گریه. زلیخا گو زیادی نخور دوپینه سربازی حال دیگه کارت به رسیده که خیز بر میداره که بلنگت به شکم گوهر بزنه جان سلطان خودشو میزه جلو لگت میخوره به قلم پاش بعد زلیخا رو میگیره میبره عقب صدایی حاجیت تو حیات بلنده حاجی تازه از بازار رسیده تو دستش یه دستبال یزدی پر از نارنگیه به محض رسیدن تو اتاق هولکی میندازدش گوشه اتاق گوهر رو خون افتاده و زیرش خون ریخته از ساق پاش خون سر میخوره و تو خودش میپیچه زلیخا از دیدن حاجی یکه میخوره و شروع میکنه به شیون کلات بزه بالا کسی که دختر رخشور بیاره تو خونش نباید توقع نجابت ازش داشته باشه این ما بودیم که آفتاب پشت دستمون ندیده بود ایشالا هرچی خوبی بد کردم تو <تص> خونت زحمت کشیدم مثل روغن حلوا پس بدی دلت خوشی که تقم ترکه پس انداختی نمیدونی که کم این قوال زنگباز و میرزا حسین توتون تاب بالا آورده تا که بچت نمیشه مگر که این فرنگی نگفت آب تنو که حاجی فرصت نمیده که زلیخا حرفش رو تمام کنه مثل پلنگ میپره روش و گلوش رو میگیره و میکشه میبردش لب پله و با تمام قوت از پله های بالاخونه پرتش میکنه تو حیات زلیخا جیغ بلندی میکشه بعد چند ناله بریده میکنه و صداش میبره